شب خوبی، شب محبوبی، قه 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 خنده کن با لبهای شادی، که امشب شب عروسی هر میزی چینه، هر چیزی گل است و آجی است و شربت و شیری، که امشب شب قه قه خنده کنین با لبهای شادی، که امشب شب عروسی است و داماد. اینم کارت عروسی. عشق آمد و آتش به همه عالم زد. بله، پیوند فرخنده دو پرستوی عاشق را به میمنت و مبارکی با حضور میمون خود مبارک سازید. این کارت عروسیه یا لیست حیوانای باقی وحشه؟ خب بریش وره از روی از ساعت 8-12 شب به سر شام و شربت و شیرینی. مبارکه، مبارکه، ایشالله به پای هم پیرشم. هم مبارکه هم میمون. خب این کارت عروسی رو فعلا بذارم جیبم که یاد اون نره وقتی بریم دم در رامون ندارم که هم به کار در بیان. خیلی های های امان از پیری. وقتی آدم پیر میشه تنها دل مشغولیش یادآوری خاطرات قدیمی و گذشتش. خاطره پشت خاطره، اما خاطره شب عروسی چیزی دیگه ای که آدم هیچ وقت یادش نمیره. حالا این دو پرستوی میمون میخوان خاطره برای خودتون ذخیره کنن. جوونم، آینده مال اوناست. آتیه دارن آمیرزا. بله، ما هم که جوان بودیم به همون میگفتن آتیه داری. این هم از آتیه بود. چی شدیم؟ شدیم میرزا غلامعلی طراح، اونم طراح قالی، که امروز روز هیچ کی تحویلمون نمیگیره، هیچ کی. یادت باشه چند تا اسکناس تا نخورده بردار بذار تو پاکت که بدی اونجا به دومات. شاید این چیزی که خریدیم خیلی تو چشم خور نباشه. مگه میخوای بری عروسی نوه قارپوزا سرطنه؟ عروسی نوه اوس محمود پیر دوست که این حرفا رو نداره جانم. تو در همسایگی خوبیت نداره. اوس محمود همسایه 30 سالمونه، از همون توقع داره. مگه وقتی من دوماد شدم کسی به ام شاباش داد که دارم خوشوش خانم؟ برای که جهاز عروس خانم کامل بود. عزیز خدا بیامرزم سنگ تموم گذاشته بود که این حرفا دیگه نباشه. همچی میگه جهازم کامل بود؟ انگار اولیا مخدره 100 قافله شطور جهاز با خودش آورده. یه کرسی لبرکه و یه لحاف کرسی و یه زیلو و یه هفشته تا کاسه و بشقا و چیز و نربکی اینا که گفتن نداره دیگه. چه حرفایی میزنی؟ مگه جهاز اون موقع غیر از این بود؟ تازه سرگل جهاز من یه رادیو لامپی بود، تازه اومده بود به بازار، هر کی هم نداشت. اینو یادت رفت بگی. رادیو لامپی؟ اون که رو جهاز خواهرت بود. تازه اون 10 سال بعد از شما رفت خونه شوهر. سر جهازی شما یه من تشت مسی و یه دونه آفتابه بود که همون موقع من پردش کردم رو پشت موقع تی خیلی پرتا. ماشالله، 1000 ماشالله. برای هر حرف من یه جواب داری.
یعنی من بی جهاز اومده بودم تو خونه. نه شما با یه چادر کودری اومدی که بخواه اونم کفنم باشه. نه من این حرفا نزدم تو، با خودم شوخی کردم. عروسی ما خیلی پر رونق و با صفا بود. به چه شبی بود، چه مراسمی، چه جشنی. مگه ممکنه من یادم بره توبا خانم؟ شب عروسیمون یادته؟ آقام خدا بیامرز یه درشکی آورده بود دمدر که ما رو برسونه به ماشین. سه تا اسب سفید داشت. وقتی اومدیم سوار بشیم هر سه تا با هم شیر کشید. یادته؟ هیچ وقت درشکه های ما سه تا اسب نداشته. قدیم ندیما درشکه بود و دو تا اسب داشت. 50-60 سال پیش شد یه رشته و یه دونه اسب. اونم که اسب نبود، یابو بود. تازه اون زبون بسته پوزه بند بهش زده بودن. اون وقت با پوزه بند چطوری میتونست شیهه بکشه؟ اینه که دیگه باید یادت باشه 20 تا ماشین فورد دنبالمون بود، شهر رو قرق کرده بودن. 10 دور دور میدون ارچرخیدیم. بعد داداشم خود بیامرز گفتش که بریم یه سرم شمرون بزنیم، اما دیگه دیر شده بود. اومدیم یه دورم دور سنگ لج زدیم، بعد اومدیم خونه. اینه که یادته؟ بله یادمه، کاملا یادمه، چه جورم یادمه. اما نه اونطوره که سرکار علیه میفرمایید. دو تا ماشین قرازه فورد بود، از خیابون سپه حرکت کردیم رفتیم میدون مخبر دوله، پتی خاموش شد، نگو بنزین نداره. همون موقع هم یکی لاستیکاش تترق ترکید. پس میمونا چجوری اومدن؟ پیاده. مگه ما زامن اومدن اونا هم بودیم؟ عجب عروسی بود، چه مهمونی شلوغی، چه ساز و دهولی. داداشم چی کار کرد اون شب؟ خیلی خوش بود. حیف از جوانی ما. راست گفتی بابا، اون دوتا صندلی استیلو میگم که مال لوی 25 بود، خانداداشم خریده بود، فرانسوی هم بود، بی خود فروختیش.
اولا که ما لویه 25 نداشتیم، آخری 14 بود که اونم زورکی، گردنش هم با تبر زدن. هی میگی صندلی کدوم صندلی؟ یه قالی نخنما داشتن که روش نشسته بودیم، دو تا هم پشتی دست دوم ترکمه تکی داده بودی بهش، مثل که عباسه پرده. یادت رفته؟ نه خیر، شما یادتون رفته. در هر صورت من از کنم سوگه نه صندلی لوی پویی دیدم، نه بیستم دارم فورد قرازه. آخه چشات بسته بودی، از بس خجالت میکشتی. من خجالت میکشیدم؟ تو اولین بار من دیدی هول شدی، پاد لرزید و توشو خوردی زمین. مثلا تو کوچه ما اون زمان ما چوب نداشتیم. هول شدی یادت دیست داشتی؟ اصلا تو امروز بهانه میگیری میخوای دعوا را بندازی. چه بهانه دارم میگیرم؟ صبر کن. آلبوم اونجاست، الان میرم ور میدارم میارم. اش عکس رو ببین. کاری نداره. اکبر چی شده؟ مگه قرار نبود اینا عروسی نوه اوس محمود برن؟ فعلا که یاد عروسی خودشون افتادن. مثل اینکه میرزا سر کلاهی که سرش رفته جار و جنجار را انداخته. علی اکبر جون کار از کار گذشته دیگه. آره سر تو که کلا نرفته، داماد سرخونه. اکبر شکسپیر، میگم این همه قصه می‌نویسی، اگه راست میگی بیا قصه دعوا مرافعه این بابا ننه تو بنویس، ببین مردم چقدر میخندن. خنده تو که خنده دارتر من بخوام بنویسم. من که نخودی هستم داداش، من زورکی تو خانواده آمیرزا شما جا افتادم. 100% هم آره، ولی داماد نگو، بلا بگو. تنبل بگو. به، سلام بر اهالی مهمون سرای آمیرزا غلامعلی خان گل. چیه؟ میخندی؟ چی شده؟ زدیم به حیات قاسم. اومدیم به استقبالت، میخوایم حضور تو جشن بگیری. چقدر خوب. خوبه نه؟ کار میکنی قاسم؟ بذار خونک شما با هم دیگه بخوریم. اصلا تو چرا پیشرفت نمی کنی؟ با زمان پیش نمیری؟ مرد حسابی هر چی میخوری قلش میدی همینجور تو حوض. اینجاش تو فریزره، فهمیدی؟ قاسم جون هیچی جای حوض نمیگیره. بخصوص تو حیات بزرگ کنار گلای بنفشه، مویای صبح، بازی علک دلن، قصه حسن کچه. آقا قاسم، داداش، بازم که شما رسیدیم به هم. آخ، بازی خانم علم رسید، الانه که با چون فلک همون کنه. اجازه خانم، قبل از اینکه چون فلک بشیم، چونی میزنی بخندی؟ بیمزه اینقدر بخند تو بد ترکی، ولی آروم. قاسم جون امروز تو اداره یه جوک شنیدم که فکر میکنم به درد تو بخوره. بهتره تو بایگانی و جوکات ثبت کنی و شماره بزنی. بچه ها میگم شما هم گوش کنی. میگن که یه یارو افتاد تو چا، چی شد؟ هیچی، سند گذاشتن در بردنش. چی شده؟ دعوا شده. سر چی؟ لابد زن شوهر خوشبخت قدیمی با هم حرفشون شده نه؟ بله، منطقی مقداری خوشبختشون بیات شده. دعوا سر خاطراته. خب نمک زندگیه. چی شده؟ آه بیایید، بیایید به شما بگیم چی شده. من که زندگیه. از اون موقع
اینا اکبر به مناسبت سالگرد ازدواجمون کشیده. اتفاقا امشبه. برش بلند شد دیرمون میشه، باز بریم عروسی. من عروسی بیان نیستم، خودت برو. هر دو نفر رو دعوت کردم، زشت من تنها بلندشم برم؟ این زشت نیست، بی خود بی جهت یکی بودو میکنی با من. حالا که این آلبوم برش رو آوردی ببینیم. باز دو مرتبه اره بیار و تیشه ببر. درست شدی این شب عروسی قهرو. اون پدر خدای آمرز شما بود که قهر کرده بود، یادت رفت؟ اون پدر خدا بیامرز یه دنده شما بود، اونم به خاطر شامی که خورده شده. خب حالا چطور میشد اون شامو بیاد از چلو کبابی سر کوچه ما بگیرم؟ ای بابا خدا پدرت بیامرزه، مثل که اولین بار عروسی رو دیدی. خرج عروسی، شام عروسی با خانواده دوماده، حالا چه زهر مار باشه چه زهر نبود فرقی نمیکنه که خانواده داماد صلاح دونستن شام شب عروسی رو از چراکابی سر کوچه خودشون به خرم میارن. عیبی داره؟ بده؟ نه خیر، صلاح نبود. میخواستین گربه رو دم حجله بکشین، مثلا میخواستین زهر چش بگیرن. گربه اگه پلنگ هم میکشه افاقه نمیشه. توبا خانم، توبا خانم، به به و چشک گفتن مهمون رو به خاطر شام شب عروسی که زهر چش نیست. اصلا این چیزی کباب کباب، آدم کباب میخوره، چه ماله این باشه چه ماله اون. بالاخره اون قضیه به خوبی و خوشی گذشت، چرا ما نگذریم؟ نمیدونم یادت از شد. پدر خدا بیامرز من از پدر خدا بیامرز تو معذرت خواست. پدر خدا بیامرز تو هم پدر خدا بیامرز منو بخشید. اون موقع که تازه بود اختلافشون هم دیگه رو بخشیدن، حالا تو بعد از 30-40 سال نمیخوای ببخشی؟ خیلی خوب، بخشیدم. اما اتفاقی که افتاد یادته؟ وقتی که عاقد داشت خودپره میخون. بله، مگه ممکنه یادم؟ آیا آخرین بار عرض میکنم، آیا شما حاضرید با مهری یک جلد کلام الله مجید، یک شاخ نبات، 2 تومان و 5 قران پول رایج کشور به عقد دائم آقای میرزا غلامعلی واعظیان در بیایید؟ وکیلم. با اجازه آقا جون و عزیز جون و همه بزرگترها. بله. همه خیال کردن به خاطر اون کله قندی که افتاد رو کلم آخم در اومد، در حالی که نه اینطور نبود، به خاطر بله گفتن تو آخم در اومد. زهر مار؟ شما چرا میخندی؟ بیاین تو، بیاین تو. که برای سلامتی آمیرزا عروس خانم هم یه کفه مرتب بزنید. شما که اومدید که ما نفهمیدیم؟ همون موقع که غرق رویای جوانی بودید آمیرزا، مگه نه؟ بله دیگه، اومدیم راهیتون کنیم برین عروسی دیگه. آقا جون، عزیز جون، آخ آخ آخ، دیرتون شده. بفرمایید. بفرمایید عزیز، خوبیت نداره. بفرمایید آمیرزا.
تو با خانم راست بگم، راست بگم بلند شو که دیر شد. پشو که یه خورده تقصیر منم شد، بی توجهی من بود آخه، بی فکری من. بله چرا که نه؟ امروز سالگرد ازدواجشونه. میگم خدا رو هزار مرتبه به شکر، الهی شکر. حالا بچه های خوبی داریم. آره والا. هیچ سعادتی بالاتر از داشتن بچه خوب نیست. هیچ. چی میکنه؟ کار داری میکنی؟ آقا بنابراه کار داری میکنی؟ چی را؟ خود داری من در بیاری؟ باسه بیرم 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 آقا چی واسه شما واسه من چه شی شما واسه ببینم واسه آقا جان عزیز من چه تاخه آقا جان نباشه چه این آبرو حیثیت منه برده من بردم چی شد مگه صاحب کن برو کنم اینم آقا جان شما نمیدونی که چی شد خبر نداری که نبودی که چی شد اصلا من میخوام ببینم آقا کیه این آقا بله به اصطلاح ناسلامتی داماد بله بله دامادم مثلا چه داری فیتیره پیچش میکنی بله مثلا دامادم زشته بده برای شما آقا زشته آقا چی شیا زشته واسه میرم چی شد عروسی نیست آقا اینجا اومده شده به نزا معلومه آقا مگه میذاره عروسی باشه آقا جا سب کن بینم سب کن آقا جا بینم سب کن بینم آقا سب کن بینم آقا جا یعنی خود به عد خورده نشد یعنی عروسی به هم خورد عروسی؟ آقا عروسی چیه؟ باید دارم بخوری عروسی عروس و عروسیت به هم خورد منم هم خورد آروم باشین آروم با چی میگی؟ آقا من میتونم چی میگم آخه با پرده پرده خود جنگی بفرمی شما تو شما فرمی تو بفرمی آقا بفرمی آقا بفرمی تو بفرمی حالا میام خدمتون عرض دارم بفرمی حالا بفرمی بفرمی آقا جون آقا جون ببری بیا 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 عروسیه مثلا یا همون من همونه میگم بعد زشته تو با خانم بی زحمت ایشی رو بر منظور پیش اسخر و قاسم بگو آرومشون کنن بعد با هم برن شیم بیان خونه اسمه هم بود بری بابا جو بری ببینم بری بابا بری نهانیشه بعد تو بعدی زشته آخه شما کجا خانم بفرمی بفرمی تو چیزی نشده بفرمی بفرمایید اتفاقی رو خواهش می‌کنم بفرمایید عروسیه بفرمایید تو به هم نظری نفسم برید باید بشینی من برای تعریف کنم بریم خیلی خب بریم چه اتفاقی افتاده بریم میشینیم تعریف کن نمیدونه میگه چی شد برام تعریف کن بفهمم برو بینم برو تو بینم برو خیلی خب بریم دیگه سلامتی بچه یه محله بزن چه خبرتون رو کنش اینجی بشین بینم بابا اینجی بشین شما بینم بابا اینجی بشین بینم آخه با دردتون چیه؟ حرف و حدیثی چیزی دارین خب بزنین بینم چه خبرتون چه مرگتون شما بودتون به جنو هم دیگه حرفی داره خب بزنین دیگه حرف کنم به حضور شما بنده و این آقا با هم دیگه قرار گذاشتیم که شام عروسی رو از چلو کبابی سر کوچه ما بیاریم
خدا به درتون بسخره. آقا زیر قولش داد شام عروسی رو از چلو کبابی سر کوچه خودشون آورد. شام به عهده خانواده داماده، دوست داره زغ نبود بده، به شما چه ربطی داره؟ پس ما اینجا برگ چغندریم، من آبرو حیثیت دارم تو این محل، پس فردا میخوام از جلو این کوچه رد بشم، چجوری تو چشم صاحب چلو کبابی نگاه کنم؟ نخه شما میخواستین زهر چشم از ما بگیرین، میخواستین گربه رو دم هجله بکشین، اما ما نمیذاریم. زهر چشم کدومه؟ بابا و چرچه گفتن مهمونا برای شام میشه زهر چشم؟ آمیرزا شما بگو. به جای این لاتا الاد میشه این چهار کلمه حرف حساب بزنیم. خدمت حضار محترم عرض بکنم که هیچ دعوا و مرافعه نیست که به صلح آشتی نست. هیچ عروسی بدون دعوا نمیشه، بایستی بشه، چون نمک عروسیه. دعوا و مرافعه و کنایه و پوشش ناز و کردن و نمیدونم از این چیزا هم رسم مجالس عروسیه. اگه عروس هم گریه نکنه عروسی شکون نداره، اما شکستن دل عروس و داماد رسم نیست. رسم نیست. راست میگه. من آمیرزا 40-50 سالی که از شب ازدواجمون میگذره، هنوزی که هنوزی دلمون به اون گوشه کنایه های اون شب خوشه. هنوزم یادمون میاد، میخندیم به اون شب. و بله گفتن عروس خانم و افتادن کله قندی که میسابیدن رو کله داماد شیرینی و شربت عروسیه. شام عروسی منظور سیر کردنه، شکم مهموناست. حالا چه این چلو کبابی باشه چه اون باشه فرقی نمیکنه. خب حرفاتون رو زدین، تموم شو؟ تموم شو جا نه؟ بله برنش بینن، برنش بینن، برنش برنش شما مناشو یه جوره تر بینم، یه جوره تر هم دیگره ببوسیم. یالا خاطرون نانار نکنیم، ببوسیم هم دیگره بینم. خیلی خوب بخندیم بینم، تموم شد. بفرمایید دهتون شیری کنیم از شما، شما هم دهنه شیری کن، من هم دهنه شیری. بفرمایید اینم ما داماد. بچه ها باید خیلی به باقا اومدیم، بیا جلو، بیا جلو مجلس رو گرم کنیم میرم، بیا جلو. آمیرزا اول برای سلامتی ماداماد و عروس خانم لطفا یک کف مرتب بزنید داره. آقای موفقم دیگه نوبت شماست. خداوند آمده شما رو به خیر کنه که باعث صلح شدیم. ما بازی شما شروع میکنیم. ببرمید. خانم استاد محمودزاده برای چهارمین بار میپرسم وکیلم